اختره و دختری 6 ساله او گلپری در نزدیکی های قصر دارالامان واقع در قسمت جنوب و غربی کابل گدایی می کنند. او جای کاری ندارد که زندگی 4 بچه‌اش را تأمین کند. اختره بعد آن که خواهش ازدواج یک هواخواهش را رد کرد، دیگر جای کار نیافت، زیرا آن مردی رد شده برای اختره کسلاتا و یا ترشی قوی پوشید. وقتی اختره به خانه سرد یک حجرگیش برمیگردد و برقه را از سر میگیرد، زخمهای وحشتناک چهرهش نمودار می شوند. قصه او از این قرار بود. اختره را در سن 10 سالگی مجبورم به یک پیرمرد ثروتمند و زنی دادند که بعدن از دست دادرزاده بخیلش با اسم امان الله کشته شد. شبه که شوهر من کشته شد، من از غم و غصه توان حرف زدن را نداشتم. امان الله به نزدم آمد و گفت که تصمیمم را روشن کنم که آیا تا روزی مرگ بیوه میمانم یا همسری او میشوم. اختره درخواست امان الله را رد کرد و گفت هیچگاه به قاتل شوهرش ازدواج نمی کند. او گفت که امان الله به پاکستان فرار کرد، ولی بعد 3 سال برگشت. سه سال بعد از مرگ شوهرم بار من صدای تق‌تقی در را شنیدم. پرسیدم که کی است در پسی در؟ آن مرد گفت من امان الله. در دلم گفتم که شاید آمده است که برای رفتار خود از من عذر بپرسد. من در را باز کردم، ولی دفتن اکسوس یا سیرکو را برای من پاشید. این احساس طوری بود که گویا چهره من در کمی آتش فرو رفت و من از خوش رفتم. اختره تنها توان آن را دارد که بچه هایش عبدالله 12 ساله، سیف الله 10 ساله، گلسنم 8 ساله و گلپری 6 ساله را با چای نان تأمین کند و از عذاب گرسنگی نجات بدهد. ما مزه سبزوات را از یاد برده ایم. در روزهای عید وقتی مردم غذای بسیار تهیه می کنند، بچه هایم از من می پرسند که چرا ما نیز غذاهای با مزه آماده نمی کنیم. وقتی همسایه ها گوشت بریان می کنند و بویش به مشام بچه های من می رسد، آنها می پرسند که چرا ما گوشت نمی خوریم. من به این سوال ها پاسخی ندارم. پسر بزرگ اختره هیزم پاره می کند و با این را به آیله خود کمک می رساند. او از ساعت 6 صبح تا 4 بیگاه کار می کند و بارهای وزنین را با عرابه در اطراف شهر می کشاند. درآمد پسرک در روز به 5 دلار برابر است. این پول برای پوشش اجاره پولی می رود. اما او آرزوی زندگی دیگر دارد. وقتی من بچه ها را می بینم که به مکتب می روند، دلم می خواهد که من هم با آنها به مکتب بروم. من یک وقت ها با آنها بودم، اما حالا نمیتوانم. این سرنوشت من است. آرزوی از همه بزرگ اختره سواد و دانش دادن به بچه هایش است تا آنها بتوانند آینده بهتری داشته باشند. بعد از این او امید دارد که روزی بتواند زخمهای رویش را شفا ببخشد و هم زخمهای قلبش را. یگان امید اختره به حکومت افغانستان یا یگان افراد سخاوت پیشه است که به حال او رحم کنند و پول عملیات جراحی را بپردازند. اما اگر کمک از جانبی نرسد، اختره تنها همین راه را دارد. یک راه تاریک و پر از درد.